گروهی از زنان برجسته عرصه هنر، سیاست، حقوق و تجارت در کشورهای مختلف جهان با انتشار نامه سرگشاده خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل متحد شدند. گفتگو می‌کنیم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از کالیفرنیا. خانم بنی هاشمی، پیشتر هم انتقادات فراوان بود نسبت به عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون زنان سازمان ملل، اون هم با توجه به نوع رویکرد حاکمیت در قبال زنان در ایران. حالا چقدر محتمل هست پذیرفته شدن این درخواست؟ درود به شما و تمام شنوندگان و بینندگانتون. ببینید، در ابتدای صحبتتون گفتین که یک سری انتقاداتی پیشتر هم وارد بوده به ایران. اجازه بدین من این رو یک کمی توضیح بدم، برای اینکه موضوع جالبی هستش. ایران خیلی وقت نیست که به کمیسیون مقام زن سازمان ملل پیوسته. تقریبا در اپریل سال 2021، یک سال و نیم پیش، ایران به اصطلاح به این کمیسیون، به عضویت این کمیسیون در اومد. در همون موقع خیلی جالب لبه که بهتون بگم که یکی از سازمان‌هایی که در واقع کارش نظارت بر امورات سازمان ملل و در واقع بخش‌های مکمل اون از جمله همین مثلا کمیسیون مقام زن هست، در همین رابطه هشدار داده بود و حتی ایران رو یک مثال آورده بود که ورود ایران به این کمیسیون مثل اینه که شما در پایگاه آتش نشانیتون یک آتش افروز بذارید. یعنی تا این حد به اصطلاح تحلیل‌ها از وضعیت مسائل زنان در ایران بغرنج بود که حتی به اصطلاح یک سازمان نظارتی بر سازمان ملل نسبت به این موضوع هشدار داده بود. اما در جهت اینکه چقدر امکان داره اخراج این به اصطلاح محتمل بشه، با توجه به حرفایی که زدم، یعنی این پیشینه‌ای که به هر حال ایران داره و همچنین خود همین سازمانی که ازش یاد بردم، هم پیشتر از اینکه بیانیه زنان در این رابطه منتشر بشه، هفته قبل نسبت به این مسئله هشدار داده بود، خواستار اخراج ایران شده بود و الان با این نامه سرگشاده، با این بیانیه، در واقع احتمال خیلی زیادتری میره که با نگاه جدیتری به مسائل ایران نگاه کنن. برای اینکه مسئله زنان در ایران فقط وابسته به اعتراضات که الان داره صورت میگیره نیست. همونجور که اشاره کردم، یک سال و نیم پیش قبل از اینکه ایران به عضویت در بیاد، حتی نسبت به این موضوع هشدار میدن. این خودش نشون میده که مسائل ایران از جهت مسائل جنسیتی، تفکیک جنسیتی، حقوق زنان، برابری‌های جنسیتی در مشاغل و پست‌های مدیریتی و مسائل حقوق خانواده، مثلا مسئله کودک همسری، اینا مسائلی بوده که مورد تحلیل و توجه قرار گرفته. حالا فکر می‌کنم احساس در واقع کسانی که این بیانیه رو دادن به این صورت هستش که اصلا شاید شرم باشه برای کشورهای دیگه که یک کشوری مثل ایران که اینطور با معترضین به زنش رفتار میکنه، به اصطلاح همچنان در عضویت این نهاد باقی بمونه. بحث سازمان ملل هست. روز چهارشنبه هم قراره که در نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل موضوع اعتراضات سراسری در ایران و نوع مواجهه حاکمیت و سرکوب شدید معترضان در اون بررسی بشه. نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق بشر، و همچنین خانم شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، هم در این نشست حضور خواهند داشت. از چه جهاتی داره اهمیت هست این نشست و حضور برخی زنان ایرانی که به نوعی پرچمدار رسوندن صدای مردم ایران به جامعه جهانی هستند در این برهه؟ ببینید، به نظر من الان که در واقع اینطور به نظر میرسه که معترضین بارها صحبت از این کردن که خواستار دخالت کشورهای خارجی در مسئله این اعتراضات نیستن، سازمان ملل یکی از مهمترین در واقع مرجعی هست که میتونه در این لحظه بسیار مهم باشه و نقش مهمی از خودش ایفا بکنه. برای اینکه سازمان ملل یک سازمان بی‌طرفی هستش که مسائل رو کاملا مورد تحلیل قرار میده و حتی استنباط من اینه که در این جلسه یه روز چهارشنبه، زمانی که اشخاص میان و در این جلسات حضور دارن، به اصطلاح تحلیل‌های بسیار زیادی پشت سر این بحث‌ها و گفتگوها هست و بعدش بیشتر هم در اون مورد تبادل نظر میشه. خود خانم عبادی یکی از کسانی هستن که امضاشون پای اون بیانیه ای در کنار میشل اوباما و سایر زنانی که به اصطلاح بسیار بنام هستن، امضای ایشون هم پای اونها هست. بنابراین ایشون هم صدای زنان ایرانی خواهند بود و در این مورد حتما صحبت خواهند کرد. نازنین بنیادی همچنین تا الان اعتراضات رو به نظر میرسه که از نزدیک دنبال کرده. بنابراین این نشست بسیار مهمی خواهد بود و من فکر می‌کنم که هر قدمی که از سمت یک سازمان
مهم بین المللی مثل سازمان ملل در جهت طرفداری معترضین و کمک به وضعیتی که الان معترضین دارن برداشته بشه یه مسئله بسیار مهمیه که مورد توجه تمام کشورها، سیاستمداراشون و احتمالاً در آینده نقش مهم دیپلماتیک هم خواهد داشت. بسیار سپاسگزارم از شما پگاه بنی هاشمی، حقوقدان، از اینکه با ما همراه بودید. متشکرم.